الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته با درس دیگری از سلسله درس های درس عقیده دروس عقیده در کنار شما دانش و جوهان عزیز و محترم هستیم میدونید که ما از درس گذشته شروع کردیم به ذکر تفصیلی توحید ربوبیت توحید ربوبیت به چه معناست و گفتیم ما هرگز معنای توحید ربوبیت رو نخواهیم دونست مگر پس از اینکه معانی کلمه رب رو بدونیم واژه رب رو بدونیم و همین خاطر نیز ما از درس گذشته شروع کردیم به ذکر معانی کلمه رب واژه رب در زبان عربی به سراغ کلام بزرگان زبان عربی و همچنین به سراغ مثال هایی از قرآن مجید و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم رفتیم و با اولین معنی از معانی کلمه رب آشنا شدیم گفتیم که کم کلمه رب معانی متعددی داره که غالب این معانی اکثر این معانی با یکدیگر متداخل هستن مترابط هستند هنگامی که ما کلمه رب را میشنویم در معظم اوقات معانی چندین معنی از معانی کلمه رب مد نظر هست و البته در برخی از اوقات یک معنی بر سایر معانی ارجحیت داره مثل مثال هایی که ما ذکر کردیم در برنامه گذشته در این مثال ها معنای صاحب و مالک ارجحیت داشت بر سایر معانی و این قرینه هست قرائن هستند که واضح میکنن آشکار میکنن که در این کلام مراد از واژه رب چیست مراد از واژه رب چیست پس اولین معنی که ما یاد گرفتیم در درس گذشته از کلمه رب این بود که رب معنی مالک و صاحب هست در زبان عربی به کسی که مالک چیزی است صاحب چیزی است رب اون چیز گفته میشه مانند رب الدار دار رب یعنی صاحب خانه رب المال یعنی صاحب و مالک مال رب الناقه یعنی صاحب و مالک شطور این معنی اول از سه معانی کلی و اساسی کلمه و واژه رب هست اما معنی دوم که در برنامه امروز اون رو ذکر می کنیم در میت که عزیز به معنای آقا و سروری که از او اطاعت و فرمان برداری می شود آقا و سروری که از او فرمان برداری می شود ابن منظور گونه که ایشون رو میشناسید صاحب یکی از مشهورترین فرهنگ های زبان عربی یعنی کتاب لسان العرب هستن ایشون در مورد یکی از معانی کلمه رب میگویند مثال میآورند میگویند ربیت القومه یعنی آنها را حکم فرمایی و فرماندهی کردم رب فلانون قومه یعنی قوم خیش را فرماندهی و رهبری کرد و بر آنها حکم راند پس میبینی که در این مثال ها همونگونه که ابن منظور ذکر کرده هند رب به معنی فرمانده و آقا و سرور هست آقا و سروری که از او اطاعت می شود فرمان برداری می شود مثال وردن ربیت القومه یعنی اونها رو حکم, فرما، حک فرماندهی کردم یا رب فلان قومه یعنی فلانی قوم خیش را فرماندهی و رهبری کرد و بر اونها حکم راند پس این یکی دیگر از معانی اساسی و کلی کلمه و واژه رب هست آقا و سروری که از او اطاعت می شود از او فرمان برداری می شود ما مانند عادت همیشگی خودمون میریم سراغ مثال های از قرآن مجید و پس از اون مثال از سخنان رسول الله صلی الله علیه وسلم که در اونها این معانی از معانی کلمه رب یعنی آقا و سروری که از او اطاعت فرمان برداری می شود به کار برده شده در قرآن مجید در سوره یوسف آیه 41 می شنیم که الله سبحانه تعالی از قول یوسف علیه السلام می فرمایند اما احدکما فیسقی ربه خمرا اما یکی از شما دو نفر به رب خودش سا... یا ساقی رب خمر سا... رب خود خواهد شد ساقی خمر رب خود خواهد شد به رب خود خمر خواهد داد ساقی او خواهد شد در اینجا همان گونه که میدانیم مراد از رب ملکه و پادشاه اونها هست همان گونه که ما در این قصه را می میدانیم که این شخص همون کسی بود که خواب دیده و خواب خود را با یوسف علیه السلام در میان گذاشت خواب دیده که آب انگور میگیره و از این آب انگور خمر درست میکنه یوسف علیه السلام خواب او رو تعبیر میکنه و میگه خواب به تو به این صورت تعبیر اون هست که بر میگردی نزد ملک و ساقی خمر او خواهی شد در اینجا میبینیم که رب به معنی ملک و پادشاه و آقا و سروری که از او فرمان برداری و اطاعت شود و ذکر شده است ملک مصر پادشاه مصر کسی بوده که آقا و سرور اونها بوده و از او اطاعت و فرمان برداری می کردند یا باز در همین سوره سوره یوسف علیه السلام در آیه چهل دوم این معنا را ما برای کلمه رب می بینیم در این آیه الله سبحانه وتعالی می فرمایند و قال للذی ظن انه ناج من هم ذکرنی عند ربک فانساه شیطان و ذکر ربه و یوسف علیه السلام به اون دو نفر یکی از اون دو نفر که اعتقاد داشت نجات پیدا خواهد کرد و باز خواهد گشت نزد پادشاه به او گفت که ذکر من را نزد رب خود بیاور این نزد رب خودت نزد رب خود که رفتی ذکر من رو به بی میان بیار بگو که شخصی در زندان بوده به این صورت به این صورت فانساه و شیطان و ذکر ربه اما شیطان ذکر یوسف علیه السلام رو که این که این زندانی که آزاد شده ذکر یوسف علیه السلام رو نزد رب خودش بیاره به فراموشی کاری کرد که فراموش کنه در هر دو جا میبینیم که کلمه رب به معنی آقا و سرور که از او اطاعت و فرمان برداری میشهد به کار برده شده به عنوان ملک و پادشاه همون در سخن اول یوسف علیه السلام که میفرمایند که مرا نزد رب خود یاد کن مرا نزد رب خود یاد کن که مراد از رب ملک مصر هست پادشاه هست آقا و سرویس که از او اطاعت و فرمان برداری می شود و در پایان آیه نیز الله سبحانه می فرماید که شیطان کاری کرد که این مرد ذکر یوسف را نزد رب خودش به فراموشی بسپاره که مراد از رب همون پادشاه است همان آقا و سروری است که از او فرمان برداری و اطاعت می شود مثال دیگری باز در سوره یوسف هم آیه پنجاه هم آیه پنجاه هم, پنجا هم سوره یوسف میبینیم که در این آیه الله سبحانه تعالی میفرماین فلما جاءه رسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسبة التي قطعن ایدهون این ربی بکیدهن علیم هنگامی که رسول رسول یعنی فرستاده نزد یوسف علیه السلام آمد یوسف علیه السلام به او گفت که برگرد نزد رب خودت و از او بپرس که از او در مورد قصه اون زنانی که انگشتان خودشون رو قطع کردن بپرس رب من به کیدون ها علیم و آگاه هست یوسف علیه السلام در اینجا در هم همون که در آیه ذکر شده است خطاب پیام رسول اون پیک گفتند که برگرد نزد رب خودت برو نزد رب خود مراد از رب کیست؟ پادشاه مصر آقا و سرور اونها که از اون اطاعت و فرمان برداری می کنند نزد او برگرد و از او در رابطه با قصه اون زنانی که انگشتان خودشون رو قطع کردن یا بریدن بپرس انگشتان خودشون رو بریدن بپرس در این آیه نیز ما می بینیم که رب به معنای آقا و سروری که از او اطاعت و فرمان برداری می شود ذکر شده است بینندگان عزیز دانش محترم میتونیم معنی دیگری نیز که نزدیک به همین معنا هست با این معنا در نظر بگیریم به معنای مشرع و قانونگذار کسی که مشرع هست قانونگذار است و به این معنی اول اضافه کنیم یعنی بگیم آقا و سروری که قانونی میگذارد تشریعی دارد و دیگران از این قانون و تشریع او پیروی و اطاعت میکنند به او نیز به این چنین شخصی نیز رب گفته میشه در زبان عربی به چنین شخصی نیز در زبان عربی رب گفته می شود حالا مثال چیست مثالی میاریم از قرآن مجید در این رابطه همان گونه که مشاهده می کنید گفتیم می توان معنای مشرع و قانونگذار را نیز با این معنا در نظر گرفت با این معنا به معنای آقا و سروری که از او اطاعت و فرمان برداری می شود در قرآن مجید بینندگان عزیز در سوره توبه آیه سی و الله سبحانه وتعالی می در رابطه با عمل کرده یهود و نصارا میفرمایند فرمایند اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله احبار و رهبان خیش را اربابانی در کنار معبود بر حق قرار دادند. اونها را ارباب گرفتن من دون الله یعنی از اونها اطاعت کردند اما گونه که و در همان اموری که بایستی از الله سبحانه و تعالی اطاعت کنند در رابطه با این آیه حدیثی ما داریم حدیثی داریم در این رابطه در که برای یکی از یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم رخ داده ایشون عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه هستن. عدی ابن حاتم این شخص این صحابی جلیل قبل از اینکه مسلمون بشه نصرانی بوده ایشون هنگامی که این آیه رو از رسول الله صلی الله علیه و سلم میشنوند خطاب به رسول الله صلی الله علیه و میگن که رسول الله ما اونها رو عبادت نمی کردیم یعنی ما احبار و رهبان خودمون رو اطاعت نمی کردیم ایشون هنگامی که این آیه رو شنیدن اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله این گونه تصور کردن که مراد اینه که مثلا اونها یهود و نصارا برای احبار و رهبان خودشون سجده می کردن عبادات ابا، رو به جای می آوردن برای اونها نماز می خوندن، برای اونها روزه می ایشون گفتن که ما برای اونها عبادت رو به جای نمی آوردیم اونها رو عبادت نمیکردیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند مگر نه اینکه اونها حلال رو بر شما حرام و حرام رو بر شما حلال می کردند و شما نیز از آنها اطاعت و پیروی می کردید رسول الله صلی الله علیه سلم این صحابی جدید و, و بقیه مسلمانان را متوجه یک معنی دیگر از معانی رب می کنند معنی دیگر یک معنی از معنی ربوبیت می کنند می مگر نه اینکه اونها حلال رو بر شما حرام می کردند و حرام رو بر شما حلال می کردند و شما از آنها اطاعت و پیروی می کردید عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنهم میگوید بله ای رسول الله هم که در صاحب مشاهده به عزیز فرمودند که بله ای رسول الله رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند فتلك عبادتكم اياهم این عبادت و پرستش که شما برای اونها به جای می این همون عبادت و پرستش است که شما برای اونها به جای می یا می آوردید در اینجا ما با این معنی از معانی کلمه رب آشنا میشه کسی که مشرع هست همون گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند حلال رو بر شما حرام میکردن حرام رو بر شما حلال میکردن قانون میگذاشتند برخلاف بر خلاف قانون الهی و شما از اونها اطاعت میکردین پیروی می این نیز نوع دیگری اتخاذ رب هست قرار دادن رب برای خود هست چون رب آقاست سروری است که قانون میگذارد تشریع تشریعی دارد و دیگران از او اطاعت می کنند. هر کسی که ب... این صورت باشه رب اون پیروان هست رب اون پیروان هست دوستان اشاره میکنند که وقت کاملا تموم شده انشاءالله ما سخنان خودمون رو در برنامه آینده ادامه خواهیم داد و آخر دعوانا سبحان ربی که رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته